خانم توحیدی، ما در نوشته ها و صحبت های شما دیدیم که شما یک تمایزی قائل شدید بین دو ترکیبی که استفاده میشه و در بحث های فمینیستی، و اون هم فمینیسم اسلامی و فمینیست های مسلمان که شما گفتین ترجیح میدین و درستن اینه که از واژه دوم استفاده بشه. تمایز این دو واژه چیه واقعا و چرا شما فکر میکنید نباید بگیم فمینیسم اسلامی؟ نه، نمیگم نباید بگیم فمینیسم اسلامی، ولی به اون منظوری که ما به کار میبریم در به خصوص بستر جامعه ایران، در واقع منظور ما فمینیست های مسلمان هستن، نه فمینیسم اسلامی. فمینیسم اسلامی یه نوع تحلیله، یه نوع شیوه تحلیل در مباحث تئولوژیک، مثلا الهیات شناسیه، که شما چه نوع الهیات شناسی میخوایی انجام بدی، چه نوع تفسیر و تعبیری میخوایی از اسلام بکنی، از قرآن بکنی، و چه چالش هایی در اصولاً جنبه های مختلف هر دینی، کمان که ما فمینیسم یهودی داریم، فمینیسم مسیحی داریم. یعنی چی؟ یعنی مسیحی هایی که در این که باور دارن به مسیحیت میخوان این رو آشتی بدن با ارزش ها و معیارهای فمینیستی. خب در اسلام هم میشه این کارو کرد، حالا چقدر موفق بشه اون یه بحث دیگه است که عده‌ای بخوان بیان بحث‌های الهیات شناسی بکنن با این هدف که اون رو، یعنی اسلام رو و به خصوص تفسیر و تعبیر از قرآن رو با معیارها، اهداف و ارزش‌های فمینیستی آشتی بدن. این یه مسئله است. ولی این که در جامعه یه زنانی ما داریم و تعدادشون هم کم نیستن که دین باورن، مسلمانن، ولی اینها دارن برای حقوق خودشون مبارزه میکنن. خیلیشون مثلا اسم خودشون رو فمینیست نمیگذارن، درسته؟ و میگن که مثلا من مسلمانم ولی میخوام با چند همسری مبارزه کنم، با حق یک طرفه مرد برای طلاق و تبعیض جنسیتی در مثلا حضانت کودکان یا در ارث و غیره مبارزه کنم. کی گفته که خدای من تبعیض‌گراست؟ بنابراین من میخوام به عنوان یه زن مسلمان، اینجوری نیستش که من چون مسلمانم محکومم به اینکه به من تبعیض بشه. و این زنها دارن مبارزه میکنن، لزومنم اینا نه کار آکادمیک میکنن نه تحلیل تئولوژیک میکنن. میگن کی گفته اینو؟ مثلا به فلان آخون میرن میبینن یه آخون دیگه اونجوری نمیگه، میگه آیت الله فلان یه جور دیگه میگه، تو داری یه جور دیگه میگی. خب تو آیت الله فلان بیا به داده من برس که این شوهر من داره حق منو میخوره. ها اینا یا میان تو مبارزات مشترک زنان در جامعه اتحاد به اصطلاح ائتلاف های تشکیل میدن با زنانی که اصلا دغدغه‌شون اسلام نیست، با زنان سکولار و یا اصلا لائیکی که میگن که ما میخواییم بر مبانی حقوق بشر و مثلا کنوانسیون های جهانی حقوق زنان مثل سیدا روی مسائل زنان در ایران کار کنیم. ولی یه سری اهداف مشترک داریم با این زنان مسلمانی که خطر هوو، مسئله خطر طلاق، چند همسری، نداشتن حمایت در مقابل خشونت‌های خانوادگی، اینا روبرو هستن و اینا این مسائل رو دارن. خب پس بنابراین آیا میتونیم بر اساس این توضیحات شما فکر کنیم که اون چیزی که شاید بیشتر در واقع جریان داره در جوامع اسلامی این فمینیست های مسلمان هستن تا مسلم فمینیسم، یعنی مسلمانان فمینیست یا فمینیست های مسلمان، یعنی ما باید اینا رو به رسمیت بشناسیم. مفهوم فمینیسم اسلامی بیشتر یه مفهوم آکادمیکه و میتونه سوء تفاهم هم ایجاد کنه یا میتونه حتی ذاتگرا بشه. ذاتگرا به این معنا که خیال کنیم چون تو مسلمانی حتما باید فمینیسمت هم اسلامی باشه، در حالی که یه خطاست. یا مثلا فکر کنیم چون ما مسلمانیم با دموکراسیمون هم اسلامی بشه. دموکراسی دموکراسیه.
مسیحی و مسلمان و غیر مسلمان نداره. فمینیست فمینیسمه، میتونه انواع اقسام داشته باشه، لزوما با یه دین. چون من مسلمان رو نباید فمینیسم هم حتما اسلامی باشه. میدونی تفاوت شد چی میگم؟ بله. یعنی اون یه کتگورایز کردن، یه دستبندی فمینیسم اسلامی که پشتش میتونه یه تحلیل ذاتگرایانه باشه، نه لزومنه، ولی بعضی این کار رو میکنن. در غرب گاهی اوقات انگار خیال میکنن اگه تو مسلمونی پس فمینیسمت هم باید اسلامی باشه، و این خودش یه اورینتالیسمه. به چه دلیل ما؟ یا مثلا اگه مسلمانی دموکراسیت هم باید اسلامی باشه. این خودش یک نوع تقلیل دادن یا ذاتی کردن یه از انسان‌ها به دینشونه، در حالی که دین یکی از هویت‌های یه آدم میتونه باشه. و چرا باید بیاد دموکراسیشو بر اساس حتما اون هویت تعریف بکنه؟ برای همین اون مشکل زاست. و من میتونم بفهمم که یه ده چرا اصلا کهیر میزنن از شنیدن این، که البته خب یه مقدار ناشی از تعصبه، ولی یه مقدارم نگرانی و دغدغه رو من نگاه شاید بیشتر سکولار باشه به این بله، مسئله. بله، یعنی یه زن مسلمان میتونه مسلمان سکولار باشه، بله. فمینیست باشه و فمینیسمش هم سکولار باشه. درست. من چون سکولار رو به این معنا ضد دین که نمیبینم. جامعه آمریکا یکی از دین باورترین جوامع است در مقایسه با مثلا حتی کشورهای اروپایی، ولی جامعه سکولاریه. یعنی چی؟ یعنی نهاد دولت از نهاد دین جداست. ما در ایران اینو میخواییم، ما نمیخواییم دین رو از بین ببریم، که نمیتونیم اصلا. این کار اصلا غلطه، خودش غیر دموکراتیکه که ما بیاییم باورهای مردم رو به زور بخواییم از بین ببریم. ما میخواییم ولی اون زوری رو که تحمیل شده به دیگران، اون استبداد دینی رو از بین ببریم. و استبداد دینی موقعی از بین میره که نهاد دین از نهاد دولت جدا بشه. ممنونم از وقتی که